صحنه خداحافظی بچه های بند با فاطمه یکی از شورانگیزترین صحنه هایی بود که من دیده بودم. فاطمه هنگام خداحافظی به هر کس نکته ای می گفت. من به اون گفتم که مدت 3 سال رو با تو در این بند زندگی کردم و شاهد رشد و ارتقای همه روزه ای تو بودم. فاطمه با لبخند جواب داد: این قانون هستیه، همه چیز در حال حرکته و هیچ چیز ساکن نیست. من هم از این امر مستثنا نیستم. من موقعی که تو بیمارستان بود ملاقاتش میرفتم و اکثر اوقات کنارش بودم و علیرغم این که وضعیت جسمش طوری نبود که بتونه زیاد حرف بزنه و حتی روزای آخر هفته آخر قبل از شهادتش علیرغم این روحی سرشاری داشت، به طوری که من خودم هیچ وقت اینو یادم نمیره که بچه ها همیشه صحبت از منطقه میکردن. اون موقع از خواهر مریم میگفتن، از سردار مسعود میگفتن، این خوشحال میشد و میخندید علیرغم این که مشکل جسمش فشار میاد. جان آن من بی من مرو، بی تن نرو، گر می روی بی من مرو. فاطمه همیشه این شعر رو زمزمه می کرد، به طور خاص وقتی که می شنید که بچه ها به منطقه میان خیلی به وجد می اومد و هر بار که می شنید که بچه ها به سمت منطقه اومدن سرشار از افتخار و غرور بود. و یه بار یادمه که کنارش نشسته بودم و نمیتونست حرف بزنه و به سختی حرف میزد، به من گفت بیا گوشتو، یه چیزی میخوام در گوشت بگم. که بهش گفتم که چیه؟ گفتش که من حالم خوب بشه اولین کاری که میکنم در اولین فرصت میخوام این کارو کنم که با هم هر طور شده بریم منطقه. اینجا موندن تو رژیم آخوندی درس موندن هیچ فایده ای نداره و زندگی هدفداری نیست. تنها جایی که میشه این رژیم آخوندی رو سرنگون کرد و مردم ایران رو آزاد کرد منطقه اشرفه.